با صمیمانه‌ترین درودها، حسین حجازی هستم و برنامه امروز رو از این لحظه آغاز میکنم و مژده‌ای دارم برای دوستداران شنیدن نظرات جناب دکتر عباس میلانی که لطف کردن و امروز باز هم این فرصت رو دادن که در خدمتشون باشم. از راه دور خدمتشون سلام عرض میکنم و تشکر میکنم از محبتی که به من و این برنامه داشتن طی سالیان. آقای دکتر، در خدمتتون هستم و میخواستم برنامه رو با سوال در مورد فعالیت‌های مرکز و ISF شروع بکنم که بعد بپردازم به یک قصه‌ای که اگه اجازه بدین مطرح کنم به صورت کوتاه و بپردازیم به اصل برنامه. من مهمان شما هستم، هر کاری شما بفرمایید من هم استفاده میکنم هم لذت ببرم. خیلی متشکرم که فرصت بدید در مورد هم ISF و هم مرکز ایران شناسی دانشگاه استنفورد. ISF میخواستم دوباره از این فرصت استفاده کنم و به همه بینندگان عزیز این استدعا رو مطرح بکنم که با دانشجویانی که فکر میکنن واجد شرایط هستن بگن، مشورت کنن و توصیه بکنن که در صورت وجود اون شرایط تقاضاشون رو به این ISF Iranian Scholarship Foundation قبل از موعد که اواسط ژوئیه هست، جولای هست، بفرستن. ISF سالی تا $10,000 برای دانشجویان دوره لیسانس و $15,000 برای دوره فوق لیسانس به دانشجویان ایرانی و اصلی که در دانشگاه آمریکایی قبولی گرفتن و نیاز مالی دارن و نمراشون خصوص در دوره لیسانس از 3.5 به بالاست و نشون دادن که مسائل فرهنگ ایران، زبان ایران علاقه مند هستن، این کمک رو میکنه. بورس هست، وام نیست و برای دانشجویان دوره لیسانس تا 4 سال قابل تمدیده، برای دانشجویان فوق لیسانس برای تا دوران 1.5 سال پایان فوق لیسانسشون. به هر حال خیلی متشکر میشم اگر این خبر رو به کسانی که میدونید واجد این شرایط هستن برسونید. ما هیچ خرجی برای تبلیغ نمی کنیم، تنها راه اطلاع رسانی از طریق همین برنامه آقای در واقع اساساً این برنامه آقای حجازی و قبل از ایشون و آقای مهری بود و خوشبختانه خبر به خیلی ها میرسه، ولی هرچی بیشتر برسه فرصت برای دانشجویان بیشتری آماده میشه که ما بتونیم بهشون کمک بکنیم. خیلی متشکرم. دکتر میلانی، ممکنه این شرایط رو بفرمایید؟ چون افرادی که واقعا واجد شرایط نیستن بی خود وقت خودشون رو و وقت مرکز رو به اصطلاح هدر ندن و واقعا کسانی که باید و اون شرایط رو دارن پا پیش بگذارن. این شرایط اگه به طور خلاصه بفرمایید خیلی ممنون. خیلی متشکرم. برای دوره لیسانس پذیرش یک دانشگاه 4 ساله آمریکایی است، تو هر رشته ای فرق نمی‌کنه، ولی باید دانشگاه 4 ساله باشه، دانشگاه 2 ساله نمیتونه باشه. باید نیاز مالی باشه و ما اونجا شرایط ذکر شده که چجوری نیاز مالی رو احراز میکنیم. باید معدل اگر در دانشگاه هستن 3.5 باشه معدلشون، اگر از دبیرستان دارن تقاضا میکنن معدلشون دوباره باید 3.5 باشه و اون امتحان ورودی رو هم باید داده باشن. بعضی از دانشگاه ها امسال امتحان ورودی رو قبول نکردن، یعنی شرط نکردن به لحاظ کرونا. به همین خاطر اگر کرونا مانع شده که کسی بتونه، اون با شرط قبولی کفایت خواهد کرد و نشون دادن علاقه به مسائل فرهنگ و زبان ایران، یعنی کسی باشه که نشون داده باشه ایران براش کماکان فرهنگش، زبانش، سیاستش محل علاقه و اعتناس. دوره فوق لیسانس پذیرش در یک دانشگاه فوق لیسانس آمریکا و نیاز مالی.
و همونطوری که عرض کردم اگر سال اول باشن یا سال دوم باشن و این بورس رو بگیرن تا پایان دوره لیسانسشون با حفظ شرایط یعنی معدلشون رو حفظ کنن قابل تمدید هست. و استدعای منم این است که به من ننویسید برای اینکه من مسئول این کار نیستم، من جز اون هیئتی هستم که با چند نفر دیگه این پرونده ها رو میخونیم و واجدین شرایط رو تعیین میکنیم. پارتی بازی هم نمیشه. تضمین میکنم که از روزی که من بودم تا به حال یک نفر با توصیه و پارتی بورس نگرفته، یک نفر که واجد شرایط نباشه بورس نگرفته. و 100% پولایی که ملت کمک میکنن به این نهاد، چون یه نهاد غیر انتفاعی است، میشه کمک کرد، خیلی هم کمک میکنن، بخش اعظمش رو جامعه ایرانی میده، بخش باقی مندهش رو در واقع خود خانم حریری میداد. خیلی مایل نیست که من نقش او اشاره بکنم، ولی بخش اعظمش از جامعه ایرانی داده تامین میشه و هر وقت اگر کم و کاستی باشه خود ایشون هم کمک میکنن، کمک فراوان میکنن. 100% از پولی که داده میشه خرج دانشجو میشه. یک نفر از کسانی که تو این کمیته هستن یک شاهی از روز اول دریافت نکردم. حتی وقتی که جلسه میذاریم اونا رو میخونیم بارها گفتم منزل خانم حریری است و آگوشت درست میکنن که 10 شاهی از پولی که جمع شده خرج اتینا نشه. و آقای دکتر این کمک هایی که دیگران بکنن معافیت مالیاتی داره؟ دقیقا هم معافیت مالیاتی داره، هم در آخر زمان در لوه اجرشون رو میگیرن در آخر زمان. اجرشون در این زمان و در همه زمان ها. آقای دکتر در مورد فعالیت های مرکز مطالعات ایرانی، در مورد مرکز مطالعات ایرانی ما هفته آینده اعلام خواهیم کرد به طور دقیق که چه روزی خواهد بود و چگونه میشه در اون شرکت کرد. یک کنفرانس بسیار مهمی در دهمین سال حضور آقای بیضایی در استنفورد داریم برگزار میکنیم. یک سری از دوستان از داخل و خارج، از بعضی از کسانی که سالها با آقای بیضایی کار کردن، از سرکار خانم آموزگار که از برجسته در این اساتیر در ایران هستن، آقای امجد که مجله مهمی رو اداره میکنن و خودشون نمایشنامه نویس و منقد هستن، فقط یکی دو تا از اسامی رو میگم از ایران و در خارج هم از آقای دکتر طلاجو که متخصص دانشگاهی کار آقای بیضایی هستن، خانم متحده، دکتر متحده، اینها از جمله کسانی هستن که مقاله خواهند داشت در اونجا. آقای بیضایی صحبت خواهند کرد، من هم یه مقاله در مورد تجدد آقای بیضایی دارم. و یک کار دیگری هم که اونجا ارائه خواهد شد فیلمی است که ما از آقای امیر نادری خواهش کردیم، فیلمساز بسیار برجسته ایرانی، که فیلمی به خاطر این موقعیت و برای این کنفرانس در مورد آقای بیضایی بسازند که این فیلم در اونجا رو نمایی خواهد شد. در واقع بهرام بیضایی به روایت امیر نادری است. من این فیلم رو دیدم، فیلم واقعا درخشانی است. همه اینها در یک فرصت در واقع 2 روزه مورد بحث قرار خواهد گرفت. همه مقالات از یک هفته قبل در همه نوار به صورت صوتی و تصویری ضبطش کردیم، اینها رو میتونید قبلا ببینید و در 2 روز با کسانی که این به اصطلاح مقالات رو دادن در یک گفتگوی زنده شرکت بکنید. اینها اطلاع دقیقش از طریق سایت ما در همین هفته آینده در اختیار همه قرار خواهد گرفت. تاریخ این معین و از طریق زوم خواهد بود این جلسات؟ جلسات از طریق زوم خواهد بود، تاریخش هم از طریق گروه ایران شناسی، تاریخ دقیقش و اینکه از چه روزی میتونید فیلم رو ببینید، از چه روزی میتونید مقالات رو ببینید و در چه ساعتی.
هفته آخر ژوئیه خواهد بود، جولای خواهد بود. بله. ولی جزئیات دقیقش رو در اون اعلامیه ما دوشنبه امیدوارم پخش بکنم. خیلی متشکرم. آقای دکتر میلانی، من میخوام اجازه بگیرم ازتون یک داستانی رو ازتون بگم. خانم ریچل مداو، یکی از برنامه‌سازان واقعا میشه گفت شهیر این مملکت، و من وقتی رزومه او رو مرور میکردم واقعا حیرت انگیزه. مدارجی رو که طی کرده و دکتراهایی رو که داره از دانشگاه هاروارد و آکسفورد، و جزو بهترین برنامه‌سازا و پربیننده ترین برنامه‌ها رو ارائه میده. لیسانسش هم استنفورد گرفته آقای. بله بله، لیسانسش از استنفورد گرفته. یادتون نره. بله بله. نه، مهم همون پایه قوی هست دیگه. ایشون یک برنامه رو روز دوشنبه ارائه داد که اولش خیلی به نظر من کسل کننده و با اون روش او به نظرم نمیخوند. همینطور که جلو رفت من بیشتر و بیشتر شاهد شدم که این رو ببینم و حتی ضبط کردم که دوباره جزئیاتش رو به خاطر بسپارم. در آیسلند یک فرد به اصطلاح بیزنسمن یا یک فردی که خیلی آدم با استعدادی بوده به اسم آقای موگنسن، 43 ساله، پول زیادی رو یه بیزنس داشته که اون رو با قیمت خیلی زیاد میفروشه و تصمیم میگیره که دیگه بازنشسته بشه. بعد میبینه خیلی جوونه و خود میاد یه شرکت هواپیمایی درست میکنه، شرکت هواپیمایی که با قیمت خیلی کم مسافر میبرده از واشنگتن دی سی به آیسلند، و اسم این شرکت هواپیمایی رو میذاره واو، WOW، که بعدم میگه که من به خاطر علاقه‌ای که به مادرم دارم اینو اگه وارونه بکنین میشه مام، یعنی مادر. و با توجه به اینکه هیچ تخصصی تو این زمینه نداشته، تخصصش فقط توی کارهای نمایشی بوده و تبلیغ و جلب توجه مردم، و یک کشیشی رو که بادی بیلدر بوده میاره که تو برنامه‌های تبلیغ شرکت بکنند، و شرکت شروع میکنه به کار کردن و چند سالی فعال بوده تا اینکه در گویا سال 2019، سپتامبر 2019 یا کمی قبل از اون ورشکست میشه و هواپیماها رو میفروشه. همزمان یک خانم امریکایی در ریکیاویک یک جلسه مطبوعاتی و به صلاح رسانه‌ای تشکیل میده و ادعا میکنه که واو رو خریده و میخواد تا یک ماه دیگه اون رو به اصطلاح تا اکتبر 2019 فعال بکنه، و اونجا فقط یه ماکت یه هواپیما بوده و بعد یک ماه میگذره و دو ماه و یک سال میشه و خبری نمیشه، و ایشون تحت عنوان میشل روزولت ادواردز یا میشل بالریان اسم خودش رو معرفی میکنه، و بعضی وقتا هم به اسم لین گولدن، یعنی 3-4 تا اسم مختلف. بعد میگه او ادعا میکنه که در یک مثلا شرکت هواپیمایی باربری سهیم هست. بعد عرض کنم حضورتون که در افریقا صاحب یه شرکت اصلی سازیه، با یک شرکت اصلی سازی در امریکا شریکه، رستوران داره، فعالیتهایی در امریکا داره در امور معاملات ملکی، و صاحب یک بانک سرمایه گذاری شخصی هست که این ادعاهایش که میکنه. در حالی که خبری از واو نیست، اون مرتباً از قرارهایی رو و ملاقاتهایی رو که با مقامات عالی ایسلند و روسیه و ایتالیا و اینکه چگونه واو به زودی از ایتالیا پروازاشو شروع میکنه، و نیز تصمیم داره که آلیتالیا، بزرگترین شرکت هواپیمایی ایتالیایی رو که اون هم در شرف ورشکستگی بوده یا ورشکسته شده، اون رو هم
بازسازی بکنه و بیاره و شرکت جدیدی رو تولید بکنه به اسم شرکت ایتالیا، واو ایر ایتالیا، یه همچی چیز. در فوریه 2021 نشریه، و بعد میگه که من با ایتالیایی صحبت کردم، نشریه کوریر دلسرا که نشریه معروفی هست، با تمسخر گزارشی میده که میشل نماینده کارهای مختلف او برای راه اندازی واو وعده داده و برای ایتالیا میخواد این کار رو بکنه تا دو ماه آینده این اقدامات رو خواهد کرد، ولی خبری نمیشه و وعده ها به جایی نمیرسه. و این واشنگتن پست حساس میشه راجع به صحبت هایی که ایشون کرده و تو اون کنفرانس، اون مصاحبه‌ای که گذاشته بود تو ریکیاویک و اینا، و میاد تحقیق میکنه راجع به این خانم و اینکه او میخواد چیکار بکنه. و تیتر مطلبی رو که راجعش میویسه ایتالگیت میگذاره و داستان ادامه میکنه، ادامه پیدا میکنه تا اینکه ایشون یکی از خبرنگارایی که در ایسلند با این مصاحبه کرده بود برای واو میاد که پیگیری بکنه ببینه چی شد قضیه. او رو دعوت میکنه در ویرجینیا به یک قصر مجلل 30 میلیون دلاری که 11 نفر فقط خدمه نگهداری از لندسکیپینگش هستن و 3 تا آشپزخونه داره، 3 تا شف اونجا مشغول پذیرایی هستن و شفی رو که اونجا معرفی میکنه یه سری دانکین دونات اونجا میاد ارائه میده با یه سری آب. و بعد چند روز که میگذره خبر میدن که، و این خبرنگار هی ازش میپرسه شما مطمئنین این خونه مال شماست؟ میگه بله. میگه که اجاره ای نیست؟ میگه نه. میگه که شما چند وقته اینجا رو خریدین؟ میبره تمام خونه رو نشون میده به این خبرنگار، میگه که من اینو اخیراً خریدم. میگه که خب شما چطوره؟ من تمام اینجاها که نشون دادین یه عکس از شوهر مرحومتون که میگین خیلی بهش علاقه داشتین و فرزندتون وجود نداره، چیه قضیه؟ میگه من آخه همه جای خونه رو به شما نشون ندادم. میگه شما تمام اتاق خوابا رو به من نشون دادین؟ میگه بله، ولی یه جاهایی رو هم نرسیدیم نشون بدم. قضیه میگذره، معلوم میشه این خونه مال یک فینانسیر پولداری است که این رو برای فروش گذاشته. و این خانم که یکی از کاراش به عنوان آژانس معاملات ملکی داشتنه، اینم رفته اونجا و اون صحنه رو ترتیب داده و خلاصه ادعا کرده که این خونه مال منه. از اونجا میاد و اعلام میکنه که به زودی با ادغام ایسلند ایر و شرکت هواپیمایی و ایسلند رو تأسیس میکنه و شرکتی با فعالیت‌های بین‌المللی با پیشنهاد 7 میلیارد دلار که میخواد بخره. بعد دولت ایتالیا میگه ایشون نه پولی داشته نه این، همش حرف بیجا بوده. و این قضیه ادامه پیدا میکنه تا ایشون میاد و از طریقی 2 تا شرکت به اسم خودش ثبت میده با عناوین خیلی دهن پر کن که در دسامبر سال قبل موقعی که آقای ترامپ با فشار مقامات بالا و یافتن دلیل برای اثبات اینکه انتخابات جعلی بوده و تقلب شده، از رئیس کابینش آقای مارک مدو یک ایمیلی رو میفرسته به وزیر دادگستری وقت که البته جانشین وزیر دادگستری بوده آقای روزن، و 2 تا نامه هم ضمیمه میکنه با این، با سربرگ این 2 تا شرکت که چه نشستید که ایتالیا از طریق ساتلایت های نظامی که داره و با یک توطئه ای که با CIA و مقامات جاسوسی امریکا دست به یکی کردن در انتخابات امریکا شرکت کرده و انتخابات رو وارونه جلوه دادن و اون ساتلایت تونسته تمام آرایی رو که به اسم آقای دونالد ترامپ بوده بکنه به اسم آقای بایدن. و بعد
اون وقت حالا اسم اون شرکت ها شرکت های دهن پرکن و عجیب غریب که معلوم میشه این دو تا شرکت و اون سربرگایی رو که ارائه شده مال این خانومه. این خانم با یه خانم دیگه ای که روی یوتیوب یا فیسبوک دوست بوده به اسم خانم زک اگه اشتباه نکنم دوست بوده و در یکی از گرد همایی هایی که در مارالاگو تشکیل شده بوده با آقای ترامپ صحبت میکنه و این نامه ها رو با اون سربرگان نشون میده و میگه ببینید اینا مدرک اینا سندهایی است که ایتالیا از طریق ستلایت های نظامیش در این موضوع دخالت کرد و این رو یه عده از جمهوری خواها و از جمله این جریان سوپر نینجا هایی که در آریزونا دارن فعالیت میکنن مدرک قاطع کارشون قرار دادن. خیلی زیاد و مفصل داستان من خلاصه کردم آقای دکتر، چیه نظرتون؟ کجا داریم میریم؟ والا داریم میریم جایی که آقای پزشکزاد هم نمیتونست به زیبایی بس بکنه. واقعا این حاشیه هایی که داره در این آمریکا پیدا میشه در این زمینه انتخابات واقعا شگفت انگیزه. من هیچ چیزی جز شگفتی نمیتونم ابراز بکنم. و اینکه به هر حال یک کسی که 4 سال رئیس جمهور آمریکا بوده فریب این آدم ها رو میخوره. این آدم ها شیاد در آمریکا همیشه بوده، تو جهان بوده. تو من خودم یادم میاد بچه که بودیم یک کسی که از دور خانواده ما میشناختش اومد و ادعا کرد در ایران که من اون فرزند گمشده نیکولای تزار بودم و آمدم ثروت از دست رفتم اون رو بازپس بگیرم. تا به حال بعدن من خوندم چندین بار چنین آدمایی بودن، یعنی کسانی که شیادینی از این جنس خیلی زیاد بودن در طول. آقای دکتر یه نفرم داشتیم که به عنوان مرد هزار چهره معروف بود و دلار تقلبی چاپ کرده بود و بعد گرفتنش و توی دادگاه گفتش که من غیر قانونی عمل نکردم چون طبق قانون اسکناس هر کس وجه رایج مملکت رو جلب کنه محکوم میشه و من دلار چاپ کردم. حالا اسمش یادم نیست ولی کارهای عجیب غریبی کرده بود. اون به عنوان سفیر انگلیس خودشو جا زده بود یه جا، نمیدونم کارهای عجیب غریب. الان تو نتفلیکس یک سریال خیلی محبوبی هست که فصل اولش تموم شد، فصل دومش داره میاد یا شاید هم اومده، به اسم لوپن. بله بله داستان های آرسن لوپن رو مدرن کردم و این بازیکن درخشان اصل فرانسوی نقش او رو بازی میکنه. خیلی از این داستان ها شبیه به داستان هایی است که او ترتیب میده، این دروغ هایی که میگه، دروغ هایی که هرچی بزرگتر باشه غیر قابل انکاره. ولی اینکه رئیس جمهور آمریکا به این مسائل باور پیدا بکنه و از طریق کاخ سفید به وزارت دادگستری فشار بیاره که شما بر این اساس بیایید و به دیگر نمایندگان جمهوری خواه فشار بیاره، اون غریبه. ولی روی دیگرش هم اینه که به هر حال هم روزن هم بار، حتی بار که دیگه در واقعا تسلیم شدن تسلیم کردن وزارت دادگستری به رئیس جمهور گام های عظیمی برداشت، ولی اون هم یه جایی وایساد، روزن هم وایساد. تو ایالت جورجیا در واقع وزیر دادگستری ایالت وایساد وقتی رئیس جمهور بهش زنگ زد گفت این تعداد رأی لازم دارم پیدا کن برام، گفت نمی کنم. ولی این باورهای توطئه و ابعادی که داره پیدا میکنه در آمریکا، تعداد الان تنها دلیلی که در آمریکا بالای 70% مردم واکسن نزدن
دلیل عمدش باور به این توطئه هاست دیگه. یه دلیلش مذهبیه، یه دلیل به خاطر مذهب نرفتن، ولی یه دلیلش رواج اینه که این اصلا از قبل توطئه بوده، اصلا کرونا توطئه است. اینو برای زدن دونالد ترامپ چیز کردن، ماسک توطئه است، خود واکسن توطئه است. و البته آمریکا را دارم میگه توطئه هایی که آقای خامنه ای مثلا در مورد همین کرونا مطرح کرده، به اندازه همین حرفایی که ترامپ باور داره سخیف و ابلهان هست دیگه. اینکه گفت اصلا اول گفت کرونا جنگ شیمیایی آمریکاست علیه چین و ایران و ایتالیا، اینا ایتالیا هم اشتباها قاطی شده، اینا خواستن علیه. یعنی شما وقتی بشینید کنه حرف رو نگاه بکنید، به همین اندازه این خانومه حرفاش سخیفه که ایتالیا اومده با چیز کنترل میکنه. ولی در دوران گذار پر التهاب زندگی میکنیم و در دوران گذار پر التهاب تئوری های توطئه هرچی ابلهانه تر طرفدار بیشتر پیدا میکنن. آقای دکتر زمنان ببخشید اگر صحبتتون کنید، میشیگان دیروز سه مقام جمهوری خواه که بررسی کرده بودن باز امکان تقلب در انتخابات گذشته رو، آمدن و گفتن کوچکترین خدشه‌ای در کار وارد نبوده. سه نفر جمهوری خواه و این داستان ولی ادامه داره. یعنی طرفداران آقای ترامپ، آقای پیلومن، این کسی که البته این طنز پردازای آخر شب واقعا باید بهشون جایزه داد که چجور این رو به مسخره میگیرن و اینم و اصلا انگار نه انگار خیلی هم خوشحاله از اینکه یه نوع شهرت بیشتر پیدا میکنه با کارهای ابلهانه ای که میکنه. اینا همه به قول آقای رئیسی پاپاپندیه دیگه. لوکوموتیرش خرابه، لوکوموتیرش درست کار نمیکنه. لوکوموتیر که راه بیفته همه پاپاپندی میشه. و اون صحبتی که در مورد حلقوم رئیس آقای خامنه‌ای کرد و که اینا همه از حلقومش در ایران، احتیاجی به کمدی شبانه نداره. برنامه تلویزیون رو نگاه بکنید، سخنرانی آقای رئیسی و خیلی از سخنرانی آقای خامنه‌ای نگاه بکنید، خودش کمدی. البته آقای خامنه‌ای فارسیش از آقای رئیسی بهتره، ولی کنه حرفاش و تئوری های دکتر میلانی، بریم به سمت و سوی کشورمون و این انتخاباتی که واقعا از اول معلوم بود که به کدوم سمت و سو داره میره و انتخاب یه شخصی که پرونده وحشتناک جنایاتی رو به دنبال داره که اصلا باور نکردنی است. من یک برنامه‌ای رو می‌دیدم در یکی از رسانه‌های فارسی زبان، من و تو، که این برنامه‌ساز جوان و با استعداد آقای زراعتی با یک استاد دانشگاه که گویا حقوق بین الملل درس میدن، اسمشون رو من چون وسط برنامه رو گذاشته بودن روی یوتیوب من ندیدم، ایشون به آقای رئیسی اخطار می‌کرد که چون بحث راجع به این که آقای رئیسی میتونه بیاد خارج و مسئولیت سیاسی داره یا نه، ایشون اخطار میداد به آقای رئیسی که ما با چندین وکیل درجه یک و برجسته بین المللی صحبت کردیم و شما مثل عمر بشیر و بقیه اینجا بیای دستگیرت میکنیم و زندانت میندازیم. شما با توجه به ارتباطاتی که دارید با اساتیدی که در استنفورد هستن و خب خیلی هاشون به امور ایران تسلط دارن و خیلی میدونن راجع به ایران، خود جنابالی که در رأس همه، ولی چیه نظر؟ آیا واقعا او برای شرکت در جلسه شورای عمومی
سازمان ملل چه خواهد کرد؟ خواهد آمد و اگر بیاد مسئولیت داره یا نداره؟ ببینید، اولا در مورد آمدن به آمریکا که یه مسئله ویژه داره، چون تحریم مشخص آمریکاست در لیست به عنوان همین مجرم. البته در اونجا قانون یک کمی ابهام پیدا میکنه، برای اینکه برای آمدن به سازمان ملل آمریکا تعهداتی کرده که کسانی که میخوان بیان به اینجا ویزاشون رو در واقع تضمین کرده آمریکا. من فکر میکنم در مورد اینکه ایشون در واقع جنایتکار علیه بشر هستن، تا اونجایی که من میدونم شک نیست. خود آقای منتظری در واقع استراحت روبروی خودش گفت و این منکر نشد، فقط گفت که اجازه بدید یه 300-400 تا دیگر از امیرها رو بکشیم بعد جمعش میکنیم. این بار هم که ازش پرسیدم تایید کرد، بله گفت کردم، ولی این بار روش زیاد شد، گفت خوبم کردم. من در واقع حرف آقای خمینی رو تکرار کرد که گفته بود این کشتن این افراد بدون دادگاه حتی عین حقوق بشر. حقوق بشر این نیست که کسی ما حتما باید بش، یعنی حرف واقعا حرف خود خمینی و حرف این دو روی یه سکه هستن، باور نکردنی از لحاظ حقوقی که میگه که اگر ما کسی رو در ذهن خودمون مجرم تشخیص بدیم حق داریم بکشیمش، و اگر بکشیمش زودم بکشیمش عین حقوق بشره. یعنی اورول هم نمیتونست یه چنین خزعبلی رو ببافه به عنوان به قول خودش دابل تاک، ولی اینا باور دارن. ولی اینکه آیا میتونه بیاد، به نظر من تا اونجایی که پرسیدم از دوستانی که حقوقدان هستن، من خودم حقوقدان نیستم ولی کنجکاو بودم، گفتن که یک مفهومی هست که رئیس دولت از یک نوع مسئولیتی برخورداره، این مسئولیت این قوانین جدیدی که در مورد کشتار علیه در واقع مجرم حقوق بشری باشه اون خیلی تست نشده. من اصلا بعید نمیدونم که اگر بیاد هر جایی که در اروپا بره یا در آمریکا بیاد این خطر براش وجود داره که یه دادستانی این رو به عنوان مجرم دستور بازداشتش بده. این که حالا کشور مثلا بلاییست که بر سر پینوشه آمد دیگه، پینوشه هم فکر میکرد مسئولیت داره ولی مسئولیت نداشت، این خب از پینوشه بدتره. و از لحاظ قانونی من فکر میکنم حتما این ریسک وجود داره که یک دادگاهی با یک وکیلی با یک دادستان حقشناسی حکمش رو صادر بکنه، ولی اینکه آیا حکم نفاذ پیدا بکنه و رئیس اون دولت بخواد این مسئله رو بپذیره، اون به نظر من به سیاست های دولت ها رب داره. ولی میدونید مثلا این که واقعا واژه انتخابات در مورد این دور استفاده بشه، من مطمئن نیستم واژه کاربرد درستی است، برای اینکه این در هیچ مفهومی انتخاب نبود. این بیش از هر زمان دیگری در این 42 سال انتصابات بود. ببینید یک اوریان شدن یک پدیده است که در ذات این رژیم وجود داره. وقتی که در اون آغاز کار که هنوز نظارت استصوابی هم نبود، هنوز این نکبت شورای نگهبان و نظارت استصوابی هنوز آغاز نشده بود، هر کسی میتونست در انتخابات شرکت بکنه. وقتی که آقای خمینی حکم اولین رئیس جمهور منتخب ایران را آقای بنی صدر داد، گفت در واقع با رأی مشورتی مردم من شما رو منصوب میکنم. بله اون در واقع از همون آغاز
زیرا به مفهوم جمهوریت رو زد. کسی بهش توجه نکرد. آخه دکتر میدانی اصلا این دو واژه جمهوری و اسلامی با هم دیگه هیچ چیزی نداره، یعنی نمیشه اینا رو چسبون به لایت چسبکه. ولایت فقیه، من همین دو سه روز پیش دوباره یه تیکه های از صحبت های آقای مصباح رو میشنیدم. بله بله. آقای مصباح که مورد حمایت مستقیم مالی صدها میلیون دلاری آقای خامنه ای، نه از جیب خودش، از بیت المال، میگه اونجا رسما میگه، میگه مردم چی کارن کسی رو انتخاب بکنن. بله. اونجا به صراحت میگه و درست میگه، من باش مخالفم ولی حرفش درسته. میگه تو ولایت فقیه مردم چی کارن؟ میگه رئیس جمهور اگر منتخب مردم باشه و بر گمارده، یعنی حکمش رو تنفیذ نکنه ولی فقیه، تاغوته. بله. یعنی میگه رئیس جمهور واقعی تاغوته. این جوهر این رژیمه. اینا تا به حال ادا در می آوردن و اجازه می دادن یک کسی که در واقع 100% برگمارده و برگزیده آقای خامنه ای نبود انتخاب بشه، بعد تو کشی می چیدن، بعد عملا ازش سلب قدرت می کردن، همونطوری که مثلا با خاطر طوری که عمل روحانی کرد. ولی این بار اومدن رسما میگن که حتی حق شرکت برای کسی مثل لاریجانی نیست. بله. که هر خوش خدمتی به آقای خامنه ای متصور بوده خودش و اخوینش کرده. احمدی نژاد که برگمارده آقای خامنه ای بود گفت بهترین رئیس جمهور تاریخ ایرانه، حالا چون جرأت کرده مخالفت میکنه. آقای ظریف که 8 سال هر کاری که آقای خامنه‌ای خواست و آقای قاسم سلیمانی خواست انجام داد، حالا فکر کردن ممکنه اگه بیاد در انتخابات شاخ بشه برای آقای، پیش تهدیدش کردن که اصلا نیاد نوارش رو. یعنی افتضاحی در این 42 سال به افتضاح این انتصابات و کاندیدی به فضاحت رئیسی نبوده بگمونم. و همین خاطر نه مفهوم جمهور بگمونم من دیگه، حتی به شکل مجازی و متناقض و ضعیف و رنگ باخته در مورد این رژیم صرف میکنه و نه مفهوم انتخاب. آقای دکتر میلانی، ذکر خیرتون بود با دکتر منصور فرهنگ. نکته رو با همدیگه صحبت میکردیم راجبش و اون این بود که چگونه است که هنوز ما میبینیم که یه عده از طرفداران جمهوری اسلامی میان در رسانه های آزاد فارسی زبان هر جور دلشون میخواد از این رژیم دفاع میکنن، مردم رو تشویق میکنن به این که برن رأی بدن و غیر و ذالک، و بعد ما اینجا در خارج از کشور آتوی میدیم دست اینا که واقعا حیرت انگیزه. منظور کسانی بودن که رفتن در مقابل کنسولگریای جمهوری اسلامی و سفارت جمهوری اسلامی در انگلیس در چند محل فحاشی کردن به کسانی که میخواستن برن رأی بدن، حالا رأی اونا معلوم نبوده چی بوده، حالا یا به نفع جمهوری اسلامی یا به هر صورت. اگر صحبت از دموکراسی هست، اگر صحبت از این هست که هر کسی میتونه هر عقیده‌ای رو داشته باشه، فکر نمی کنید که این مسئله واقعا اون وقت در مقابل ما ببینیم همین مزدوران جمهوری اسلامی که میان در رسانه‌های فارسی زبان این رو به حق یک دلیلی میدونن به این که ببینید اینا هستن که دارن دم از دموکراسی میزنن، اینایی که با پرچم شیر خورشید میرن با همون چوب پرچم
مردم و کسانی رو که تو صف وایسادن برن رأی بدن کتک میزنن. فحاشی واژه های فوق العاده زشت به کار میبرن بر علیهشون. چیه نظر جناب عالی دکتر؟ من فکر میکنم کسانی که به این شیوه سعی میکنن با رژیم مخالفت بکنن دقیقا آب به آسیاب رژیم میریزن. نظر من حتما کسانی که میخواستن این انتخابات رو تحریم بکنن حق داشتن که در مقابل سفارت ها هر جا اعتراض بکنن. ما اگر 10,000 نفر آدم جمع میتونستیم بکنیم در مقابل هر کدوم از این مناطقی که اینها اومده بودن رای بدن و به شیوه صلح‌آمیز اون بر وای میزدیم و صدای خودمون رو به جهان میرسوندیم که ما فکر میکنیم این انتخاب نیست، انتصابه. ما به شیوه قانونی و به شیوه دموکراتیک حرف خودمون رو به گوش مردم میرسوندیم، به گوش جهانی هم میرسوندیم. ولی به جای اینکه چندین هزار نفر تظاهر بکنیم، چند نفر میاد چماقدار هستن و میریزن سر اونها، این دقیقا رفتاری است که جمهوری اسلامی به ما تحمیل میکنه و ازش تو استفاده میکنم. من فکر میکنم کسانی که این کارو کردن به رغم نیتی که داشتم، من نیتش رو نمیدونم کیا بودن، رژیم جمهوری اسلامی میگه طرفدار مجاهدین بودن، هر کسی بوده، به نظر من آب به آسیاب رژیم میرسه. شما وقتی که ما باید بتونیم به جهان و به ما به اکثریت مردم ایران، اکثریت عظیم مردم ایران پذیرفتن که این انتخابات نیست، انتصابات، و رأی ندادن. این یه رفراندوم بزرگی بود علیه جمهوری اسلامی. الان داره گندش در میاد که حتی 47% هم که میگن 48% نبوده، 33% بوده. 33% به روایتی، حالا میگم خانم فائزه هاشمی گفته که رأی اضافه کردن، چند نفر دیگه در داخل ایران گفتن چند میلیون رأی اضافه کردن. گزارش هایی هست که ارقام اونقدر مفتزهانه بوده که برای 12 ساعت جرأت بیانشو نداشتن، با بیت تماس میگیرن و با اجازه خامنه‌ای چند میلیون رأی اضافه میکنن تا برسه به این 48% افتضاح‌آمیز. در این پیروزی بزرگ ملت ایران که با فعالیت مدنی آبروی این رژیم رو بردن، اون وقت یه دهی برن با چماق بزن فوش بدن که چرا یه دهی دیگری خان تو آمریکا رای بدن، حقشونه، حق تو کانادا رای بدن. دکتر میلانی، یه سوال دیگه ای که من با جناب عالی هم مطرح کردم و با بقیه سربرانی که این افتخار رو به من میدن در خدمتشون باشم، این است که واقعا روشی رو که کشورهای اروپایی و امریکا در مقابل جمهوری اسلامی پیشه کردن واقعا هیچ کمکی به مردم ایران نکرده. ما در تایید اون فرمایشات جناب عالی شاهد بعضی از کارهای منطقی هموطنانمون بودیم در نیویورک، وقتی که یک بنر خیلی بزرگ روبروی نیویورک تایمز، مجله روزنامه نیویورک تایمز، با اشاره به جنایت‌های خامنه‌ای اونجا گذاشتن برای 2 هفته. در تورنتو شاهد یک چنین فعالیت‌هایی بودیم. در این کالیفرنیا و این لس آنجلسی که تعداد بیشماری ما ایرانی داریم و همه‌شون هم، یعنی اکثریت قریب به اتفاقشون، مدعی مخالف با جمهوری اسلامی هستن، کوچکترین اقدامی نکردن، یک بنر بالا نبردن و همونطور که اشاره کردید فقط عده معدودی میرن و شرکت میکنن. فکر نمی کنید اگر ما در خارج کشور با این آزادی که داریم، گروه های زیادی بیایم و در کشورهای مختلف، در کشورهای مختلف بیایم و یک سری افشاگری بکنیم بر علیه این رژیم سفاک، که البته این رژیم نیازی به افشاگری نداره، همه چیش رو هست و با وقاحت تمام
به آدم کشیش افتخار میکنه، به دزدیش افتخار میکنه و هیچ مشکلی نداره از این بابت. ولی فکر نمیکنید این میتونه مؤثر باشه که بالاخره کشورهای خارجی هم با دید دیگری به شرایط مردم ما و حقوق بشر در ایران نگاه بکنن؟ قطعا اینطوره. ببینید، ما نمیتونیم انتظار داشته باشیم که آمریکا، فرانسه، هلند، انگلیس اینا منافع ما رو در نظر داشته باشن. اونا به اقتضای قانون خودشون منافع خودشون رو در نظر دارن. ما باید یه کاری بکنیم که منافع اینها اجازه نده که با یه کسی مثل رئیسی مثلا ملاقات بکنه. ما اینو از طریق فحاشی نمیتونیم به دست بیاریم، ما اینو از طریق چماق داری نمیتونیم به دست بیاریم. ما اگر بار اولی که احمدی نژاد به نیویورک میامد 100,000 نفر رو بسیج میکردیم و میبردیم جلوی سازمان ملل و میگفتیم این مردی که انتخاب نشده، این تقلبیه، این منکر هولوکاسته، در نیویورکی که 5 میلیون شاید یهودی هستن و حساسن نسبت به هر انکار میکنه، ما هرگز نتونستیم بالای 5,000 نفر ببریم جلوی مردی که وایسیم. نه از طریق فحش، از طریق صلح‌آمیز، از طریق بالا بردن هزینه آمدن این افراد به آمریکا. هر دفعه که این مدعیان جمهوری اسلامی در رادیو تلویزیون های آمریکا میان و سعی میکنن در واقع توجیه بکنن، فحاشی به اینها فایده نداره، تهدید به اینها فایده نداره، اصلا مغایر اصول دموکراسیه. برید در این برنامه ها شرکت بکنید و افشا بکنید. ببینید، ممکن نیست شما در آمریکا یک کسی بیاد در یه برنامه مثلا معتبری یه حرفی علیه یهودی ها بزنه یا علیه اسرائیل بزنه، 50 تا تلفن فوری بهش نشه، تلفن تهدید هم نمی کنن. میگن این حرف با این واقعیت مغایره، این حرف با این واقعیت مغایره، این آدم در فلان زمان این حرف رو زده، صلاحیت شرکت در این برنامه رو نداره، من نماینده فلان شرکتم، چرا چنین آدمی رو میارید، فلان کس رو نمیارید که میتونه دو سوی این واقعیت رو بگه. ما از این طریق میتونیم هزینه همکاری با این رژیم رو بالا ببریم، با تهدید و فحاشی و چماق زدن نمیشه به نظر من. دکتر میلانی، خیلی از شرکتتون در برنامه مثل همیشه متشکرم. فقط در خاتمه خدمتتون بگم که چند سال پیش وقتی که احمدی نژاد آمده بود به سازمان ملل، من در تلویزیون فارس فعال بودم و با یک گروهی رفتیم اونجا. اونجا به جای این که تمام این گروه های مخالف جمهوری اسلامی یک صدا بیان و یک جمع بزرگتری رو ارائه بدن، شروع کردن با همدیگه کلنجار رفتن و واقعا آدم میخواست بشینه زار بزنه که پس این کارا چیه. و تصادفاً بین همه این گروه ها که گروهی که تعدادشون هم خیلی کم بود ولی منسجم بود، مجاهدین بودن که با ساز و دهل و سر و صدا و اینا یه مقداری جلب توجه میکردن، بقیه همش به همدیگه گیر داده بودن و با هم دیگه مخالفت میکردن. این تا روزی که این مسئله حل نشه، من تصور نمی کنم که ما کارمون به جایی برسه در صحنه بین المللی. فقط هم کافی نیست که خودمون بریم، ما باید جامعه آمریکا رو بیاریم. ما اگر در نیویورک نتونیم یهودی‌ها رو بیاریم علیه احمدی نژاد، بله، قصور ماست. اونها با ما همدلن، اونها نمیخوان یه کسی که منکر هولوکاسته، کسی که هر روز میگه که باید اسرائیل رو از صحنه محو بشه، بیا در اونجا خزلالت بگه. برای خیلی خوشحالم طبق معمول که در خدمتون بودم. ممنونم آقای دکتر از وقتی که دادید، امیدوارم در آینده نزدیک بتونم مجددا در خدمتون باشم. بینندگان عزیز، برنامه امروز در اینجا به پایان میرسه. تشکر میکنم از رایان رضای عزیز و همه شما بینندگانی که لطف کردید و این فرصت رو به من دادید که در خدمتتون باشم. روز و روزگار به شما خوش.